سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام غوري ز مرګلیا واسینی د افغانستان د سولې پروسه کم رنګ شوې ده او په دې تړاو د طالبان درې چې د بهرني ځواکونو له وتلو مخکې به په هیڅ ناسته کې ګډون نه کړي هغه څه دي چې د دې پروسې د پرمختګ په برخه کې هم ده دلیل بلل کیږي په ورته حالت کې جګړې هدفي وژنو او دغه راز پیچلو بریدونو زور اخیستی ده او په هیواد کې د یوې نوې جګړې پیلېدو ویره په عامه افکارو په هر اړخ کې سیوری غوړولی دی په دغسې یو حالت کې طالبان وایي لا هم پر مشورو بوخت دي سرچینې چې په دې هکله رپورټ د پاکستان نه ورکوي وایي چې د شیخ عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی تر څو د استنبول ناستې په تړاو هلته سلام مشورې وکړي په ورته حالت کې ځینې رپورټونه د اسوسییټډ پریس له هوا ورکړل شو چې ویل شوي و د سی آی ای رئیس په یو مخفي او ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی او دلته یې مقامات سره په کابل کې لیدلی دي او موخه یې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مسایل او په ځانګړې توګه د هغو اډو تسلیمول افغان امنیتي ځواکونو ته دي چې تر دې مهاله امریکایان پکې میشي په داسې حال کې چې د جو بایډن ادارې خپله پرېکړه کړې ده او په دې برخه کې په امریکا کې هم اندېښنې شته چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت څنګه کیږي خو په کور دننه هم خوشبینۍ چې په ډېره کمرنګه کچه کې دي او هم بدبینۍ په هممهاله توګه روانې دي پینټاګان هم په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د B-25 الوتکې به د فارس خلیج ته واستوي تر څو د سپتمبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د امنیت ساتنې په برخه کې چارې پر مخ یوسي د سولې پروسه نور څه ګامونه په راتلونکي کې احتمالا په مخ کې درلودلی شي په دې هکله به بحث ولرو خو اوس رپورټ وګورئ 2009 کال کې به د B-25 بم غورځوونکو الوتکو خاطره له ډېرو افغانانو سره وي کوم الوتکو چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د حضور لپاره زمینه پرانیسته اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي هم B-25 بم غورځوونکي الوتکې د ځواکونو خوندي وتلو لپاره سیمې ته لیږل شوي دي وال سټریټ جورنال ورځپاڼه وایي چې شپږ B-25 بم غورځوونکي الوتکې او ځانګړي ځمکني ځواکونه سیمه کې ځای پر ځای کیږي لکه چې پینتاګون وایي دوه B-25 بم غورځوونکي الوتکې په فارس خلیج کې ځای پر ځای شوي دي دفاع وزیر سیمې ته د ځینو بم غورځوونکو الوتکو لیږلو پلان تایید کړ دوه B-25 بم غورځوونکي الوتکې سیمې ته رسېدلي دي خو زه د نورو الوتکو د احتمالي لیږلو په اړه نه پوهیږم خو مشروط اقدامات کیږي چې ډاډه شو د ځواکونو وتل خوندي پر مخ ځي اسوشیټ پریس اژانس بیا کابل ته د امریکا د استخباراتو د رئیس د پټ سفر خبر ورکړی دی له ولسمشر غني او د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره یې کتلی دي خو د اساس پړاو کې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي جګپوري چارواکي سفر څه موخه تعقیبوي ما با سی آی ای و با دیگر سرویس های جهان در تماس هستیم یک راهبرد استراتژیک خود می سازیم و تمام از اونها متحد هستند که در این قسمت کار میکنند و شاید سفرهای زیاد باشه از بخش های دیگه ایشون هم که به کابل بیان و ما سفرهایی داشته باشیم دلیل ما ای است که هنوز هم این گروپ ها یک تهدید هستند ویل کیږي چې کابل ته د سی آی ای د رئیس د سفر یو ادب افغان ځواکونو ته د ترګرو ضد ځواکونو د مسؤلیتونو سپارل یاد شوی دی ډیر مملکتونه په منطقه کې کېدای شي تشویش ولري ولې غواړم چې د دې اطمینان هم خپل ولسته او هم خپل همسایګانو ته د دې ورکو چې د افغانستان امنیتی ارګانونه په خپل مملکت او په خپل وضعیت باندې تسلط لري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو دوه لیدلوري شته ځینې وایي چې د ځواکونو وتل به کورنۍ جګړې رامنځته کړي او نظام به وپاشل شي خو ځینې نور باور لري چې ملي حاکمیت غښتلی کیږي او د سقوط خبره نشته په دې شباب د حزب اسلامي د مشرتابه غړی محمد امین کریم راسره په پروګرام کې شته دی دوی سره به د بحث په لومړۍ برخه کې دوام ولري او بیا به وروسته په دویمه نیمایي کې هم له یو بل شخص سره په افغانستان او د سولې پروسې باندې خبرې اترې ولرو آقای کریم بسیار زیاد تشکر دعوت ما رو پذیرفتنی و یک بار دیگر با ما هستین تا نظرات شما را از آدرس حزب اسلامی و همچنان دیدگاه های شخصی شما داشته باشیم در حالی که پروسه صلح افغانستان با چالش های جدی روبرو شده نخست از دید شما اگر بدانیم کیها بود چالش خلق کرد که ما شاهد وضعیت امروزی باشیم که پروسه صلح افغانستان پیشرفت چندانی نداشته باشد بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین
و عرض سلام خدمت شما و بیننده های ارجمند شما. خدمتتون عرض بکنم که مشکل متاسفانه از دو ناحیه مواجه هستیم. یکی جناح داخلی که به دلایل متعدد تا به امروز نتوانستن یک طرح واحد معقول و مورد پذیرش همه را مطرح بکنن، و دوم مشکلاتی که از ناحیه تغییر زمان خروج نیروهای خارجی مطرح شد و این باعث شد که طالبا در حضور در کنفرانس حیاتی استانبول سرباز بزنن و اجابت نکنن، و هم یک مقدار فشار مزید طالبا مبنی بر عدم شرکتشان موانع هستند که فعلا متاسفانه موضوع مصالحه ملی را به بنبست نه ولی به مشکلات مقطعی مواجه ساخته، و بنان انتقاد بر هسته جانب است، هم به ایالات متحده آمریکا که یک هفته قبل از انعقاد کنفرانس اعلام میکرد و مخالف تعهد مکتوبی و با شهادت جامعه جهانی او تعهد خروجش در اول می و تعویق انداخت و علی ظاهر بدون تفاهم قبلی با طالبا، عدم موجودیت طرح معقول و مورد پذیرش همه در داخل کشور، و پافشاری طالبا و موضع‌گیریشان مبنی بر عدم شرکت در کنفرانس های بین الافغانی تا زمان خروج آخرین سرباز خارجی ها مشکلات مقطعی فعلی را تشکیل میده. حالا طالبان میگن رفتن با پاکستان و مشوره میگیرن از قماندانان و رهبران و اعضای ارشد خود در مورد اینکه در پروسه صلح افغانستان به چی شکل پیش برن، بخصوص شرکتشان در نشست استانبول که به تعویق افتیده. دیدگاه شما چی است؟ چرا پاکستان مرکز طالبان است و هر باره که مشوره صورت میگیره حالا خیلی آشکارا میرن طالبان با پاکستان مشوره خود را میگیرن و دوباره برمیگردن و دم از استقلالیت میزنن؟ خب در این کوچکترین شکی نیست که مقر رهبری تحریک امارات اسلامی طالبان در پاکستان قرار داره. این مطلب بر احد پوشیده نیست و بنان امر طبیعی است که اونا برای گرفتن تصامیم مهم با رهبری خود به مشاوره بپردازن و این مشاوره در پاکستان صورت بگیره. در این مطلب نمیدونم که مشکل و سوال در کجا است، اما متاسفانه ما در رابطه با موضع‌گیری های اخیر تحریک سوال اینجاست آقای کریم که طالبانی که میگن که ما در افغانستان برای استقلال می جنگیم و هیچ کشور بالای ما نفوذ نداره و همه مجبوریت هایشان گره میخوره به کشور همسایه افغانستان، پاکستان که در بدبختی های بیش از 40 سال افغانستان دخیل بوده است، اونجا همه امورات را یا به استقلال میتونه پیش ببرن؟ مشوره های را که میگیرن چقدر تاثیرات بالای طالبان از سوی نظامیان پاکستانی بخصوص ISI آورده شده میتونن؟ ببینین مجبوریت ها و وابستگی هایی را که دولت افغانستان نسبت به کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده امریکا داره کمتر از مجبوریت ها و وابستگی هایی نیست که جانب مقابل داره. خب. اگر ما شما انگشت انتقاد به یک طرف نشانه میگیریم، جهت دیگر فراموش نکنیم. ما شما ملت افغانستان به خاطر استقلال خود و حاکمیت ملی خود درست است که 40 سال مبارزه کرده و کشور پاکستان در این رابطه دخیل بوده. البته در جهاد اول موقف پاکستان بهترین موقفی بود که میتونست یک کشور همسایه در حق ملت همسایه خود بکنه و همیاری و همکاری که برای ملت افغانستان برای جهاد در مقابل تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بود فراموش ناشدنی هست. البته در این رابطه پاکستان منافع ملی خود را هم مطمئن نظر داشت، ولی مجبوریت های ملت افغانستان باعث از این می شد که ما به پاکستان
رهبری مجاهدین ما و تمویل سلاح ما صورت بگیره. بنان این مطلب کدام موضوع بسیار عجیب و خارق‌العاده‌ای نیست. من به شما عرض کردم که وابستگی دولت فعلی افغانستان شاید به مراتب بیشتر از یعنی شما هم در پاکستان بودین زمانی که مهاجرت کردین. بله شما هم در پاکستان بودین و سایر اعضای بلند رتبه حزب اسلامی. من شخصا در اروپا زندگی میکردم و سال 3 ماه را در جبهات داخل کشور سپری میکردم زمانی که تعطیلات تحصیلی من میشد، ولی هر باری که میخواستم به جبهات داخل کشور بروم ناگزیر از طریق پاکستان باید صورت میگرفت. حالا پاکستان این مسائلی که شما میگین که مشکلش در کجا هست، مشکلش اینجاست که آیسای در جنگ افغانستان دخیل بودم نبودم، شما در این مورد آیا اطلاعات ندارین که جنرالان پاکستانی در جنگ افغانستان کشته شد در 20 سال اخیر؟ بارها در این مورد شواهد اسناد هم نشر شد. اگر این چنین است و پاکستان دخیل بود، حمید گل که آشکارا اعتراف میکرده در مورد جنگ جهاد اسبق با اتحاد شوروی اعترافای آنها را شنیدین، جنرال مشرف که در این مورد سخنرانی های داشته و اعترافات کرده هم شنیدید، پاکستان آیا با افغانستان صلح هدیه خواهد کرد با در نظر داشته آیسای نظامیان و پیشینشان؟ ببینین این که هر کشوری و به خصوص پاکستان در صدد تأمین منافع ملی خود است یک امر واضح و طبیعی هست. درست. آنچه که برداشت فعلی ما هست این است که همه کشورهای ماحول افغانستان و جامعه جهانی این توفیق بر ملت ما پیدا شده که منافع خودشان را در تأمین صلح در افغانستان می‌دانند و پاکستان در شرایط فعلی با اینکه تحریک امارت اسلامی طالبان در جنگ 20 ساله فعلا دست بالا را داره و کشورهای خارجی را وادار به خروج از افغانستان کرده، شاید به گمان اغلب و معلوماتی که من دارم این است که با ملاقات هایی که با اکثریت رهبران کشور پاکستان در سفر قبلی داشتیم به این اعتقاد رسیدیم که پاکستان امروز منافع ملی خود را در تأمین صلح در افغانستان می داند و بنابراین این یک مطلب واضح است که ما نباید انتظار داشته باشیم که کشورهای همسایه به ما کمک بکنند یا خدمت بکنند، بلکه هر یک کشورها در صدد تأمین منافع ملی خود هستند و منافع ملی پاکستان علی ظاهر اقتضای تأمین صلح در افغانستان دارد. آقای کریم شما اشاره داشتین که نباید یک طرف ببینیم یک طرف فراموش ما شود. اشاره داشتین به مقامات دولت افغانستان، چه دو تابعیت هستند، چه هم خانوادهشان اونجا زندگی میکنند در کشورهای غربی امریکا و سایر، و یا هم به نحوه تحت تاثیر سیاسی این کشورها قرار دارند. و از سوی هم طالبان در این مورد اشاره کردین که همچنان بعضی از مسائل وجود داره و طبیعی است، ولی طالبان ادعا داره که ما تصامیم خود را مستقلانه میگیریم و تنها در حد مشوره اگر پاکستان و هر کشور باشه به شکل دیپلماتیک صحبت میکنیم. آیا ادعای خودمختاری تحت سلطه سیاسی و استخباراتی پاکستان برای طالبان این امکان را به میان میاره که اونا مستقلانه تصمیم بگیرن؟ علی ظاهر پاکستان، ترکیه، قطر و دیگر کشورهایی که به نحوی از آنها بالای تحریک امارت اسلامی طالبا تأثیر و نفوذ و رسوخ دارن همه در تلاش ازی بودن که اجلاس استانبول صورت بگیرن. به حدی که آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه با آقای عمران خان تلفنی تماس گرفت و از اونا خواهش کرد که اگر می توانند طالبان وادار به این بکنند که در کنفرانس استانبول اشتراک بکنند و کشور قطر همچنان و ملل متحد به همین منوال، ولی دیدیم که طالبان در مقابل همه از کشورها و نهاد بین المللی از خود مقاومت نشان دادند و متاسفانه از فشارهایی که به اونها من جمله از طریق پاکستان وارد شد تمکین نکردند. بنابراین میتونیم بگوییم که تا
طالبان در امو حدی که برشان مقدور و میسر است از استقلال تصمیم علی ظاهر برخوردار است. عرض ما در رابطه با حکومت فعلی تنها اشخاص دو طبیعته و اینها نبود، بلکه خود دولت افغانستان به حد بسیار بلند مرهون و مدیون کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکاست، کشوری که در تعیین سرنوشت افغانستان، در اشغال افغانستان دست بلند داره. در این که افغانستان اشغال شد توسط ایالات متحده امریکا و همکاران بین المللیش، کوچکترین شک و شبهی وجود نداره و حکومت فعلی بدون چون و چرا تا حد زیاد اگر نگوییم دست نشانده، بلکه مرهون تصمیم امریکاست که فعلا در ارگ کسان حکومت میرانند، هم در انتخابات 2014 و هم در انتخابات 2000 سال گذشته. این کشور ایالات متحده امریکا بود که تصمیم گرفت چه کسی اقتدار افغانستان در دست داشته باشه. و شوراهایی که طالبان در پاکستان داره، مانند شورای کویتا، شورای پشاور و غیره، در این مورد دیدگاه شما چی است و این شوراها چگونه در آنجا از دید شما عمل میکنن؟ اگر از نگاه اصول و قوانین بین الملل به این مطلب مراجعه بکنیم، چپتر هفتم دستور سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد، که بسیار از افراد داخل رژیم به او استناد میکنند و میخواهند به نحوی و به صورت غیر دقیق حضور اشغالگران بیرون را توجیه بکنند، چپتر هفتم منشور سازمان ملل متحد به تمام کشورها و نهادها وظیفه میده و اونها را مکلف میسازه که اگر کشور مورد تجاوز قرار گرفت، تمام کشورها و نهادها به دفاع از کشور اشغال شده بپردازند. از این نگاه یگانه کشوری که به تعهد خود به اساس قوانین بین المللی وفا کرد و عمل کرد کشور پاکستان بوده. نه تنها کشور پاکستان، بلکه تمام کشورهای دنیا باید ملت افغانستان را در مقابل اشغال ایالات متحده امریکا حمایت و پشتیبانی میکردن که نکردن. یعنی شما فکر میکنین که پاکستان همین 40 سال از اتحاد شوروی تا امریکا و ناتو به خاطر استقلال افغانستان میجنگیده، نه به خاطر منافع شخصی ایشان که بالاخره ما شاهد جنگ بودیم، و این پاکستان آیا نبود که همین هفت گروه را به انواع مختلف مجهز میکرد و هنوزم به جنگ تشویق میکرد و افغانستان به خصوص پایتخت را به مجموعه از کلخ تبدیل کرد؟ شما از عرایض قبلی ما علی‌ظاهر سوء تعبیر کردیم. من به شما عرض کردم که پاکستان بر اقتضای منافع ملی خود عمل کرده و تمام عمل کردشان بر اساس منافع ملی. ولی اشاره داشتین به منشور جهانی سازمان ملل. بله بله، که گفتیم که پاکستان یگانه کشوری است که نظر به برای دفاع از اشغال افغانستان مبارزه کرده. به خاطر دفاع از ملت افغانستان در مقابل اشغالی که صورت گرفته بود، این تقاضای چپتر هفتم منشور سازمان ملل متحد است. شما میدانید که تجاوز امریکا به افغانستان از نگاه قوانین بین الملل، از نگاه شریعت اسلامی، از نگاه عرف افغانی یک تجاوز آشکار بود، یک اشغال بود. تمامی کشورها متحد شدند، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد متحد هستند که از کشور و ملت اشغال شده دفاع بکنند. حال این مطلب در تناقض با منافع ملی پاکستان هم نبود، ولی همزمان در مشروعیت بین المللی قرار داشت. ولی پاکستان چگونه از استقلالیت در افغانستان دفاع میکنه؟ کشوری که خودش نظامیان خارجی را جغرافیا فراهم کرد، امکانات داد و توسط پاکستان بود که 20 سال قبل ایالات متحده آمریکا جمع ناتو به افغانستان حمله نظامی کردند و بالاخره ما شاهد حضور آن بودیم. چگونه شما میگین که پاکستان دفاع از استقلالیت افغانستان کرده؟ ببینین، اگر مبارزه و مجاهدت در مقابل اشغال خارجی ها را در طول 20 سال گذشته هم از نگاه دینی، هم از نگاه قوانین بین الملل چنانچه عرض کردم و هم از نگاه عرف افغانی ما مشروع تلقی بکنین، هر کشوری که به ملت ما به خاطر مبارزه به اشغال کمک کرده به اقتضای قوانین و تطابقات در قوانین بین المللی قرار میگیره. باز هم تکرار میکنم که پاکستان
این سهولت هایی را که برای تحریک امارت اسلامی طالبان ایجاد کرد در قدم اول به خاطر منافع ملی خود پاکستان بود، چنانچه در تجاوز در مقابل اتحاد جماهیر شوروی هدف پاکستان خدمت به مردم افغانستان نبود، بلکه به خاطر دفاع از تجاوز بعدی روسا در خاک پاکستان بود. رهبران پاکستان به بارها اعتراف کردند که اگر جهاد افغانستان نمی بود امروز پاکستان جزء از ایالت‌های اتحاد جماهیر شوروی می بود و روس‌ها بعد از خود به خاطر رسیدن به آب‌های گرم بدون چون و چرا می رسیدن و معترف بودند که مردم پاکستان این مقاومت و مجاهدت را که ملت افغانستان کردن تواناییش نداشتند و نمی کردن. در این رابطه هیچ تناقضی وجود نداره، منتها ملت افغانستان و ما و شما همگی متحد بیستیم که در مقابل هر تجاوزگری، در مقابل هر مداخلگری استاده شویم و قسمت اعظم ملت ما الحمدلله به این تعهد خود در طول سده‌های آخر پابند بودن و قربانی های بیشمار را ارزانی کردن. اگر ملتی در جهان ادعا بکنه که بیشترین قربانی را به خاطر استقلالیت و حاکمیت ملی خود در چند دو سه قرن گذشته پرداخته، بدون شک اون ملت افغانستان است. و در این پیوند در مورد رشته و روابط طالبان پاکستان سوال قبلی یک بار دیگر مشخصا میخوایم پاسخ داشته باشیم. در مورد دو شورا، شورای کویتا و شورای پشاور، دیدگاه شما چی است؟ این شوراها در پاکستان چی کار میکنن؟ این شوراها بدون چون و چرا در پاکستان در سوق اداره آنچه که تحریک امارت اسلامی افغانستان جهاد مینامه فعال هستند و در این رابطه کوچکترین شبه و شکوکی وجود نداره. ایره من بارها به شما تکرار کردم. خب ولی ما با در نظر داشت تاکید شما آقای کریم برز مزرد، طالبان میگن این چونین شوراهای وجود نداره و این مزخرفات است که من حیث شایعه گفته میشه، نه شورای کویتا نه شورای پشاور. خب این یک ادعای است که در حقیقت بجز تبسم جواب دیگه نداره. مثل از این است که اداره کابل و افغانستان ادعا بکنن که کشور اشغال نشده و حکومت مستقل را خودشان اداره میکنن. هر دوی از این قابل تبسم و غیر قابل شرح و غیر قابل تبصره هست، چون که وضاحتش بر کوچکترین انسان در این کشور و جهان مرد سوال نیست. دقیق همچنین که شما گفتین جناب کریم، این پاسخ سوال رو مطرح کردیم با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان دکتر نعیم، اونا گفتن اینچنین یک چیزی وجود نداره. حالا اگر وجود داره و شما میگین که حتی قابل تبسم است، چرا طالبان رد میکنن که شوراها در خاک پاکستان وجود نداره؟ خب این یک موضع‌گیری سیاسی است، یعنی به این ترتیبه که یک تعداد مدعی هستن که طالبان مزدور پاکستان هستن و به امر پاکستان کار میکنن و به این ترتیبه که یک تعداد معتقد هستن که حکومت فعلی افغانستان یک حکومت مستقل است. هر دوی از این ادعاها یک ادعاهای محض سیاسی است و وضاحتش به حدی است که واقعا هیچ گونه شرح و تبصره را مجال نمیده. مثل عکسهایی است که خود به خودی خود قابل شرح نیستن و وضاحت کامل دارن. من آرزو دارم که شما بیشتر تمرکز کنه در مورد مسائل صلح. درست است. حالا هیئت دقیق آقای کریم، ما میخوایم در این مورد 5 دقیقه دیگر صحبت بکنیم، چون مهم بود و پاکستان و طالبان دو کلمه و دو ساختاری که همیشه بخصوص در 20 سال اخیر با هم یاد میشن صحبت کردیم. یک بار دیگر هیئتی از طالبان با رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی رفته و اونجا میخواین مشوره داشته باشن. چه فکر میکنین نتیجه مشورهشان چی خواهد بود و آیا طالبان حاضر خواهند شدن تا در نشست احتمالی استانبول که حالا با تعویق افتیده تا یک مدت زمان نامعلوم اینا شرکت بکنن؟ ببینین مشکل اصلی در موضع‌گیری طالبان است که از یک طرف مدعی هستند که اونها با ایالات متحده امریکا جنگ کردند و بر اساس یک تعهدنامه جهاد را در مقابل از اونها متوقف ساختند و حکومت فعلی افغانستان را
ابزار و بقایای همو اشغال میدونن که اونا با اونا با آنها آتش بس کردن. وقتی شما با یک کل آتش بس میکنین، چرا با یک جزء از اون کل آتش بس نمیکنین؟ یعنی در این رابطه یک نوع تقابل و تزاحمی در منطق تحلیلی طالبا وجود داره و از طرف دیگه مدعی هستن که تا خروج آخرین سرباز امریکایی حاضر به مذاکره نیستن. ما این مرتبه درک نمیکنم واقعا و قابل درک نیست از نگاه منطق که چگونه شما با کسی که او را اشغال میدانین داخل از جنگ دست برداشتین ولی حاضر نیستین با جمعی که مسلمان هست و در مناطقی که داره میکنه آذان و نماز داره و اینها تقاضای صلح میکنن، به حکم شریعت و به حکم منطق شما باید به دلیل اولا با این جمع هم آتش بس بکنین و تا زمانی که حداقل شما میگین که نیروهای خارجی بیرون نشده، تا اون زمان چرا به جنگ ادامه میدین و چرا این خونریزی را حتی تشدید میکنین؟ حقیقتا از نگاه منطق و از نگاه اون چیزی که ما در طول 40 سال تحقیق در رابطه با دین اسلام کردیم قابل درک برای من نیست که با خود کل و اصل اشغالگر در آتش بس باشید و با کسی که خودش خود مسلمان میگه و کلمه میخونه و تقاضای صلح داره شما با اونا صلح نمیکنین. ما البته این انتقاد بالای رژیم کابل هم دارم که شما چرا مثلا آتش بس یک جانبه اعلان نمیکنید تا واضح و روشن شد به ملت افغانستان که این تحریک طالبان هستن که تنها جنگ میخوان. ما و شما شاهد تهاجمات نظام فعلی در قندهار، در بدخشان، در چند ولایتی بودیم که به صورت تهاجمی به تحریک طالبان حمله کردن و یورش بردن و از طرف مقابل همچنان از دید ما هر دو جانب در تداوم جنگ و تشدید جنگ به حد مساوی مسئول هستن و به می ترتیبی که در کشتنهای هدفمند و ترور علما، دانشمندان، ژورنالیست‌ها هم از جای ما هر دو جانب متهم هستند و هر دو جانب نقش و سهم دارند. بنابراین حرف آخری که میتونم در این رابطه عرض بکنم این است که تحریک امارت اسلامی طالبا به حق مدعی است که ما حکومت اسلامی میخواهیم، به خاطر حکومت اسلامی میخواهیم که 99% مردم افغانستان مسلمان هستند و تقاضای ایجاد حکومت اسلامی را دارد. در این رابطه اونا به حق به اراده ملت افغانستان مراجعه میکنند ولی همزمان چگونه فراموش میکنند که 99.99% نفوس افغانستان تقاضای صلح دارند و تقاضای آتش بس دارند. وقتی شما به خاطر اراده حکومت اسلامی ارجاع به حاکمیت ملی و اراده ملت افغانستان میتین، چرا در مسئله تأمین آتش بس و صلح اراده حاکمیت ملی مردم افغانستان و خواست شبه 100% از اونها را در رابطه با آتش بس و صلح مراعات نمیکنیم؟ در اینجا هم یک نوع تقابل و تزاحم در استدلال و منطقی است که تحریک محترم امارات اسلامی در پیش گرفته است. سپاسگزارم. یک دقیقه دیگه هم فرصت دارم جناب کریم صاحب و در مورد نشست استانبول و فرصتی که گفته میشه این نشست باید برمغان می آورد برای پیشرفت صلح افغانستان، اگر یک بار دیگر این فرصت از دست میده و نشست استانبول به تعویق میفته و یا هم احتمالا لغو میشه و طالبان علاقمند نباشند ادامه بتن به مذاکرات و یا هم نشست های مانند استانبول، در آن صورت چه فکر میکنین افغانستان به کجا خواهد رفت؟ متاسفانه اگر چنین چیز اتفاق بیفته و من امید و انتظار دارم که اتفاق نیفته و طالبا بالاخره در روزها و هفته های آینده به میز مذاکره با افغان ها بنشینن، این انتظار ملت افغانستان است، تقاضای اجماع کشورهای جهان است. من این امیدواری را به حد بلند دارم ولی اگر خدای نخواسته چنین اتفاق به وجود نیاید و طالبان از حضور در میز مذاکره سرباز بزنند، در این شک نیست که ما مواجهه با امو حالتی میکنیم که در سالهای 1990 که فلسفی وجودی تحریک طالبان تشکیل میده. فراموش نکنیم که تحریک طالبان به خاطر از بین بردن جنگهای داخلی ایجاد گردید و ادعایشانی بود که ما صرف میخواییم که جنگ در افغانستان و جنگ در افغانستان خاتمه بخشیده شود. حال خدای ناخواسته خود تحریک طالبان به امو فاجعه رجوع نکنن که
ایجادشان بر دلیل از بین رفتنش بود. در این جهت تضاد و تقابل در منطق تحلیلی تحریک مشاهده خواهد شد، ولی امید ملت ما و ما است که به زودترین فرصت ممکن تحریک طالبا به میز مذاکره حاضر شوند و لجاجت نظام کابل هم از بهانه‌گیری ها و طرح‌هایی که غیر معقول به نوع منتفی شود و ما بتونیم به یک راه حل معقول مبنی بر ایجاد آتش بس، ایجاد حکومت موقت غیر ائتلافی و رفتن به سوی انتخابات و مراجعه به آرای ملت، یعنی از طریق لویه جرگه مندرج قانون اساسی افغانستان، ارزش هایی را که می خواهیم در افغانستان فردا داشته باشیم توسط ملت ما تصمیم گرفته شود و به یک سلو پایدار برسیم. سپاسگزار هستم آقای کریم، ډیر زیات مننه. د حزب اسلامي د مشرتابه شورا غړی محمد امین کریم له تاسو ډیر زیات مننه کوم. لیدونکو له تاسو هم منندویم. تر لږ ځنډ وروسته د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت رئیس مولوی محمد حکیم منیب سره هم بحث لرو او د دوی نظریات هم رانغاړو. راسره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. دا شیبه د سولې په دویمې نیمۍ کې راسره د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت رئیس مولوی محمد حکیم منیب دی. منیب صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې یو ځل بیا مو فرصت برابر کړ. راسم د استانبول د ناستې په هکله د طالبانو د پلاوي سفر پاکستان ته وګویه په دې هکله هغه ډول چې له پاکستانه ځینو سرچینو اطلاع ورکړې ده چې د شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ باندې د طالبانو یو پلاوی تللی تر څو هلته پاکستان کې د طالب مشرانو سره مشورې وکړي چې په استانبول ناسته کې ګډون وکړي کنه. ستاسو نظر څه دی چې د دغه پلاوی سفر به څومره د طالبانو په منځ کې دا اقناع رامنځته کړي چې د استانبول ناسته چې یو فرصت بلل کېږي د هغې دپاره د طالبانو ذهنیت آماده شي او دوی ګډون وکړي تر څو په هغې کې ځینې پرمختګونه وشي لکه اوربان لکه د بین الافغاني مذاکراتو دوام او دغه راز د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته د یو توافق او ګډ حکومت رامن سکول. دی استانبول غونډه دی استانبول په غونډه کې د شرکت لپاره د طالبانو د پلاوي تګ خپلو مشرانو سره د لیدو د مشورو په خاطر باندې بهتره ده، خو مشکل دا شی ده چې فی الحال لپاره داسې قوي اراده د مشکل د حل لپاره متاسفانه داسې معلومیږي چې دواړه خواوې نه لري او د دې لوی علت هم دا ده چې متاسفانه د هر لوري مشکل بل لوری د ځان لپاره د یو فرصت په ډول باندې استفاده کوي. سوله د افغانانو لپاره د ژوند حیثیت لري او د سولې لپاره د طالبانو او د افغانستان د حکومت فریضه دا ده چې افغانان دغې نیکمرغۍ ته ورسوي. دوم مشکل دا ده چې معلومیږي چې کله هم چې د سولې پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي علت اصلي یې هغه توافقنامه ده چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ شوې ده په دوحه کې. هلته څه ابهامات موجود دي، وضاحتونه بعضې ځایونو کې نشته. کله هم چې دوی د مشکل سره مخامخ شي نو هماغه د ابهاماتو په برخه کې مخامخ کیږي. تر اوسه پورې زما په نظر باندې د دواړو خواوو سولې ته د راتګ لپاره، که څه هم زه په دې خبره باندې ښه احساس نه کوم، د منطقي د هیوادونو او د دنیا د هیوادونو فشار هم پکار ده او اعتماد سازی هم پکار ده چې هر جانب په دې باندې پوه شي چې دا سوله واقعي ده، د سولې په نامه باندې د دوی له منافعو سره کومه بازی نه کیږي او هم فشار وکارول شي او هم اعتماد سازی وشي. په هغه صورت کې به یوه اراده موجوده شي، یو ښه نیت به موجود شي چې لا تر اوسه پورې دغه ښه نیت او مضبوطه اراده واقعا سولې ته د رسېدو لپاره متاسفانه نه د طالبانو په خوا کې لیدل کیږي او نه هم د موږ په خوا کې لیدل کیږي. پا
په ټوله کې خند له کومه ځای پیل شوی؟ څوک خند دی د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ په لړ کې؟ اباشین صاحب، پخوا خو خندونه منطقه هم وه، بهرنیان هم وو، موږ متاسفانه داخلیان هم وو. اوس یو هغه ابهامات خند دی چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ سوي دي، هغه توافقنامه کې چې کوم ابهامات دي. دوم طرف ته د موږ پخوا کې خند دا ده چې د شیاشینو نه یووالی، د اجماع، سیاسي اجماع نه موجودیت، د ملي اجماع نه موجودیت، ښه به دا وي د موږ د خوا لپاره چې موږ ټول یوه خوله سو، او د دې یوه خوله کولو لپاره یو مدیریت ته ضرورت، او د دې مدیریت په رابطه باندې د افغانستان حکومت مکلف ده چې خپل سیاسیون ټول سره راټول کړي. او هغوی حکومت وایي، جناب منیب، حکومت وایي چې موږ خپله واحده طرحه جوړه کړې ده. د حکومت په استازیتوب د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې دوحه کې موجود و او ځینې غړي اوس هم شته، هغوی به هم ګډون کوي. د حکومت دواړو لوریو سپیدار مڼۍ او ارګ مڼۍ نه به هم استازي ګډون ولري، او یوه طرحه هم د مصالحه عالي شورا په وینا دوی واحده کړې ده، آمادګي مکمله نیول شوې. طالبان ویل چې موږ په دې ناسو کې ګډون نه کوو. دوه دلیله: یو دا چې بهرنیان تر سپتمبر پاتې کېږي، د می میاشت کې نه وځي. دویم دلیل دا چې دا ناسې خو بهرنۍ اجنډا یې وړاندې کوي. نو نن که چیرې مذاکرات په ټپه ولاړ دي، افغانستان د سولې پروسه د یوه جنګ شاهده ده، او یوازې یو ابهام او یو ویره په افغانانو خپره ده د افغانستان د سولې پروسې په راتلونکي تړاو باندې. ستاسو په نظر نن اصلي خنډ څوک دی چې د سولې پروسې پرمختګ شاهدان نه یو؟ متاسفانه د سولې په لاره کې خنډونه مختلف خنډونه دي، لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په موافقتنامه کې د ابهام موجودیت یو هم لوی خنډ ده، ځکه چې د استانبول غونډه طالبان د ځان لپاره داسې یوه غونډه بولي چې دوی ټول هغه لاسته راوړنې د فشارونو په نتیجه کې له لاسه وځي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت چې کومه طرحه وړاندې کړې ده، تاسې پوهیږئ چې په تیرو څو محدودو شپو کې د شورای عالي مصالحې او د دوه معاون صاحب د ریاست جمهوري ترمنځ دغه طرحه باندې نیوکې وشوې. دغه بدیله طرحه چې د پلنډ وخت کې د انتخاباتو وړاندیز کول، دا عملی نه ده. دا داسې طرحه ده چې په لفافه کې د مذاکراتو لپاره، د سولې لپاره د جواب ویل دي. موږ ضرورت خو تا طرحه خنډ نه ده، دې طرحې نه د استانبول ناستې مخه نیولې ده، نه هم نور په مقابل کې تحریک کېدلی دي. حتی طالبان اساسي علت دا ده چې طالبان نه غواړي ګډون وکړي. دا یو جمله باید تکمیل کړم چې اراده باید ښکاره شي، هم د طالبانو اراده پیدا شي، حکومت ته چې هغوی واقعا سوله غواړي، او د حکومت اراده هم باید طالبانو ته واضح شي چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره هر نوې قربانۍ ته دواړه جانبه باید آماده شي. موږ داسې سوله غواړو چې نور ورته قرباني، خو طبعا قرباني ته موږ ضرورت لرو. انتخابات بهترینه وسیله ده د زعامت د ټاکلو لپاره، په هغه صورت کې چې موږ د انتخاباتو سیستم پاک او منظم با مدیریته با امکاناتو سیستم ولرو. مګر متاسفانه تیرو دوو دورو ټاکنو دا ثابته کړه چې موږ د انتخاباتو په نتیجه کې حکومت او زعامت نه دی ټاکلی، بلکې د معاملو په نتیجه کې مو ټاکلی ده. که موږ دې ته ورسېږو چې موږ واقعا د رڼو شفافو انتخاباتو له لارې زعامت په افغانستان کې وټاکلی شو، له دې سره هیڅوک هم مخالف نه دي، خو په اعتماد په انتخاباتو باندې کاملا له لاسه وتلی ده. دا په تیرو انتخاباتو کې ولس هم ثابته کړه چې په انتخاباتو کې برخه وانخیستله. نو بنا دا دا بحث ته ضرورت لري، امکانات ته ضرورت لري، مدیریت ته ضرورت لري. په هغه صورت کې دا طرحه منطقي ده او قابل د تعمیل ده، عملي کېدلی شي. له هغه نه مخکې داسې یوه طرحه چې هغه په واقعیت کې عملي کول مشکل وي، زه یې مناسبه نه بولم. خو د طرحو مسله لکه څرنګه چې یادونه وشوه، دا خنډ نه دی منیب صاحب. خنډ دا ده چې طالبان وایي موږ ګډون نه کوو.
اوس طالبان په دې دلیل چې ولې امریکایان وایي موږ په سپتمبر کې وځو او دوهې د تړون له مخې دا ماده نقص کوي چې د مې په لومړۍ به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي په دې ناسته کې له ګډونه انصراف کوي. دویم دلیل چې د طالبانو سرچینو لخوا وړاندې کېږي دا ده چې دې ناسو کې بهرنیو اجنډا پر موږ تحمیلیږي. یعنی دغه دوه توجیهات یو دا یوازې د طالبانو اړخ دی چې د دغې ناستې د ترسره کېدو پر وړاندې خنډ شو. تاسې هم په دې پوهېږئ ټوله نړۍ هم د طالبانو دا دریځ څنګه ګورئ چې دغه دریځ چې د افغانستان لپاره تاسې هم یادونه وکړه د استانبول ناستې یو فرصت دی او دوی په حساس شرایطو کې پکې له ګډونه انصراف کوي څنګه یې بولئ؟ ما خو تاسو ته وویل چې د دوهې په تړون کې بهامات د دې سبب شوي دي چې د استانبول غونډه یا استانبول په غونډه کې شرکت له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوی. طالبان وایي چې له موږ سره توافق سوی چې د مې په میاشت کې باید خارجیان ووځي. اوس بدون له دې چې طالبان په اعتماد کې واخیستل شي یو طرفه فیصله د امریکا د حکومت د سپتمبر په رابطه باندې هیڅ نوه تضمین نه دی موجود چې دا فیصله به عملي کیږي. له بلې خوا نه هغوی طبعا بعضی وضاحتونه له مخابل جانب سره لري. هغوی فکر کوي چې د استانبول غونډه په موږ باندې فقط د فشارونو د کارولو یوه وسیله ده چې موږ باید کاملا د هغه څه چې له موږ سره توافق سوی ده د دوهې په غونډه کې له هغو تیر شو. په دې خاطر ما وویل چې فشارونو کارولو ته هم ضرورت شته او اعتماد سازي ته د دواړو جانبو ضرورت هم حکومت باید په اعتماد کې واخیستل شي. یوه غټه صحوه د دوهې په توافق کې د افغانستان د حکومت حاشیې ته تګ و چې د افغانستان حکومت هم اوس په ډیرو شیانو باندې د بهرنیانو باور نشي کولی او دوم خپله د امریکایانو مکررې خپل تعهدات ماتول دا د دې باعث شوي دي چې اعتماد نه کېږي نور په دې باندې چې آیا د استانبول له غونډې نه وروسته یا داسې د سپتمبر له راتګ نه وروسته به واقعا هم خارجیان او بهرنیان ووځي که نه ووځي. د همدې شیانو لپاره د طالبانو هیات هم تللی له خپلو مشرانو سره د مشورې لپاره. خدای دې وکړي درستې مشورې وکړي. خدای دې وکړي د یو ملي اجنډا سره د موږ حکومت او طالبان دواړه د شخصي ګټو نه د حزبي ګټو نه د سمتي ګټو نه تیر شي او یو ملي اجنډا ته اولویت ورکړي او په افغانستان کې اول اوربند راشي او بیا یو واقعي سوله راشي. د افغانستان د سولې پروسې کې د امریکا رول څنګه ګورئ تر دې وروسته چې دوی له کوم قاید او شرط پرته ظاهرا ویلي له افغانستانه به وځي او که چیرې بیا کوم وخت د دوی او د متحدینو پر وړاندې ګواښ متوجه کیږي لکه د سپتمبر د 11 په 2000 لومړی کار کې نو بیا به دوی بیرته په چټک ډول اقدامات ترسره کړي. په هر حالت اوس دوی څه غواړي په افغانستان کې او د دوی اخیری دریز چې مثلا وایي موږ به وځو تر دې وروسته د افغانانو ظرفیت پورې تړاو لري چې دوی په خپلو کې سوله کوي او که هر څه او که دا چیرته ناکامیږي مسؤلیت به یې د افغانانو پر غاړه وي دغه ډول یو دریز څنګه ګورئ؟ حقیقت دا دی چې امریکایانو د خپلې سولې لپاره ډیر قوي انعطاف وکاوه له خپل مخالف سره جوړ شول او خپله ښاغلی خلیلزاد چې له د ګاونډي هیواد پاکستان سره ډیر مشکلات درلودل خپل ځان یې هم جوړ کړو او خپل مملکت یې هم ورسره جوړ کړه او د هغوی له امکاناتو نه استفاده وکړله یو توافقنامې ته بالاخیر ورسېدل. زما په نظر باندې خو امریکایان تنها د خپلو ګټو په حد کې فیصله کوي. هغوی زورور دي او زورووران ډیر زیات خپلو تعهداتو ته وفاداره نه پاتې کیږي. ما په نظر باندې دغه د امریکا توافق له طالبانو سره دا که په یو فرصت باندې بدل شوی وای چې د افغانستان حکومت هم او طالبان و هم بالاخیر یو توافق ته لاره پیدا کړی وای بهتره به وای. امریکایان د افغانستان حکومت د دوهې په مذاکراتو کې حاشیې ته بوتو او دا غټه اشتباه ولی ما په نظر باندې نو بناً داسې معلومیږي لکه امریکایان چې فیلحال یو شي ته هم پابند نه دي او دوی وځي او نور افغانان نه ستړي راغلي دي. د افغانانو بوج په ځان باندې منلو ته تیار نه دي. بې ګټې او بې منفعته یې بولي
ورته وای چې سره جوړ شي کنه جوړیږي نه تاسو خپل کار دی موږ هم باید له دوی نه زده کو شي د خپل سولې لپاره په خپل منځو کې باید یو بل ته قرباني ورکړو نن هم له طالبانو د ترحم غوښتنه لري ولی نه زه هم له طالبانو د ترحم غوښتنه لرم او هم د افغانستان له حکومت نه د ترحم غوښتنه لرم د روژې مبارکه میاشت ده د اختر مبارکې شپې را روانې دي بدون له دې نه چې د دغې جګړې ضرر د اسلام مقدس دین ته ارزښتونو ته د موږ فرهنګ ته په هر لحاظ موږ دواړو جانبو ته د دې جګړې ضرر رسېدلی او دغه جګړه که دوام پیدا کړي د افغانستان وجود ده خدای مکه له نابودۍ سره مخامخ کولای شي اوس وخت دې داسې که موږ سره جوړ شو د ټولو ګټې به هم وساتلی شو ټول به باعزته هم پاتې شو بیا به داسې یو وخت په موږ باندې را روان وي چې د دغې ورځې به ارمان کوو په عین حالت کې طالبان پر ځان هم رحم وکړي تاسو د تیرو مرکو یوه برخه ده طالبان څنګه پر ځان رحم وکړي یعنې که چیرې طالبان له دې سولې پروسې په شا کېږي احتمالا د استنبول ناسته بیا ننګوي او یا هم د جګړې لوری او پله یې درنیږي نو دا به د طالبانو لپاره څه ډول یو حالت وي تیر کې البته ستاسو د خبرو په پام کې نیولو سره چې طالبان باید په ځان هم رحم وکړي ګورئ په دغه جګړه کې داسې نه ده چې تنها دولتي خواوې له منځه ځي وژل کېږي خپله طالبان هم ډېر وژل کېږي نو په ځان رحم کول دا معنا چې خپل ځانم له هلاکت او له جنګه له دربدریه له کونډوالي له یتیموالي له دې نه باید ځان هم خلاص کړي او خپل نور ورونه چې هم د افغانیت ورونه دي او هم یې د کلمي ورونه دي هغوی هم خلاص کړي عین شی دی موږ حکومت هم د طالبانو په وژلو باندې باید ځان قهرمان ونه بولي بلکې هغوی هم د همدې وطن خلک دي د هغوی موجودیت موږ اوس نسو نفي کولی هغوی انکار هیڅوک هم نشي ځینې کولی باید چې موږ په زار کې دا ظرفیت پیدا کړو چې نور دغه سته کړکېچونه سره راټول کړو او نور باید موږ د یو بل لپاره توان وګرځو نه د یو د بل لپاره کمزوري ډېره زیاته مننه کوو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند رئیس ښاغلی مولوي عبدالحکیم منیب چې په دې بحث کې موږ سره وخت واخیست کور مو ده د سولې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا